یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. بچه گلم، امروز میخوام براتون قصه جیجی جیغجغو رو تعریف کنم. جیجی بی دلیل بد اخلاقی میکرد، همیشه دنبال یه بهانه‌ای بود که جیغو داد کنه. براش فرق نمیکرد که کجا و چرا و با چه کسی بد اخلاقی میکنه، هر لحظه و هر جا ممکن بود بد اخلاقی رو شروع کنه. اون وقت خودش رو زمین میزد، دست و پاهاش رو به در دیوار میکوبید و جیغ میکشید. یه روز جیجی با مامانش به خرید رفت. مامانش میخواست نخود بخره، اما جیجی حوصله نداشت. به همین خاطر شروع کرده بد اخلاقی کردن، جیغ میکشید، میگفت منم نخود بدم میاد بدم میاد. مامانش ناچار شد دسته نخود رو بذاره سر جاش تا جیجی ساکت بشه. بعدم که میخواست کلم و هویج بخره، جیجی دوباره شروع کرد به داد و بیداد کردن که من هویج دوست ندارم، من کلم دوست ندارم، و اینقدر جیغ کشید تا صورتش کبود شد. مامانش تصمیم گرفت برگرده خونه اما توی ایستگاه اتوبوس بازم جیجی بهانه گیری کرد و گفت من از اتوبوس بدم میاد بدم میاد، و صدای جیغ جیغش بلند شد. مامانش به ناچار یه تاکسی گرفت، اما جیجی از تاکسی هم خوشش نمی اومد. آژیر جیغش رو روشن کرد و شروع کرد به داد و بیداد کردن. بالاخره جیجی و مامانش به خونه رسیدن، اما تو خونه هم جیجی دست از بهانه جویی بر نمی داشت. اون وقت غذا خوردن، هموم کردن، مسواک زدن و حتی وقت خوابیدن هم جیغ و داد می کرد و با صدای بلند داد و بیداد می کرد و می گفت که از همه این کارا بدش میاد. روز بعد جیجی و مامانش به خونه مامان بزرگش رفتن. جیجی از همون بین راه شروع به بد اخلاقی کرد. بالاخره به خونه مامان بزرگ رسیدن. مامان و مامان بزرگ مشغول حرف زدن شدن. مامان جیجی از بد اخلاقی ها و بهانه گیری های جیجی تعریف کرد و گفت نمیدونم با این بچه چی کار کنم. مامان بزرگ فکری کرد و گفت من نقشه ای براش دارم. بعدم آهسته نقشه رو برای مامان جیجی تعریف کرد. وقت برگشتن به خونه، اونا از کنار مغازه میوه فروشی میگذشتن. مامان جیجی گفت امروز میوه و سبزی نمیخرم چون تو دوست نداری. جیجی با تعجب پرسید پس برای شام کی میخوریم؟ مامانش گفت هیچی، امشب شام نمیخوریم چون تو دوست نداری. اتوبوس از کنارشون رد شد. جیجی گفت وای ماما اتوبوس رفت. مامانش گفت خب بره، ما که سوار اتوبوس نمیشیم چون تو دوست نداری، پیاده میریم. اما راه طولانی بود و جیجی خیلی زود خسته شد. جیغ و داد کرد که خسته شدم، پام درد کنه، چرا اتوبوس سوار نمیشیم؟ مامانش گفت اگه تو بخوای سوار میشیم، اما یه شرط داره، تو باید قول بدی که جیغ و داد نکنی. جیجی خیلی خسته بود، برای همین شرط رو قبول کرد و قول داد که دیگه بد اخلاقی نکنه. وقت شام شد. جیجی سر میز نشست، اما هر چی منتظر شد از شام خبری نبود. شروع کرد به جیغ و داد کردن، من گشنمه، من شام میخوام. مامانش گفت برات شام درست میکنم، اما به یه شرط، و قول بدی که سر شام بهانه نگیری و جیغ نزنی. جیجی خیلی گرسنه بود، برای همین خیلی زود شرط مامانش رو قبول کرد. وقت رفتن به حمام بود، اما مامان گفت جیجی امشب نمیتونی حموم بری. جیجی جیغ زد چرا نرم، من میخوام حموم برم. مامانش گفت نه، گفتم که نمیشه. جیجی بلندتر جیغ زد و داد و بیداد را انداخت. مامانش گفت خیلی خوب، به شرط اینکه جیغ نزنی میتونی بری حموم. جیجی فوری ساکت شد. مامانش حموم براش گرم کرد و اونو به حموم برد. این بهترین حمومی بود که جیجی تا حالا رفته بود. بعد از حموم جیجی دندوناشو مسواک زد و آماده خوابیدن شد. اما مامانش گفت لازم نیست بخوابی، امشب تو صبح بیدار بمون. جیجی فکر کرد بد نیست که نخوابه و تلویزیون تماشا کنه. همین کارم کرد، اما کم کم از تماشای تلویزیون خسته شد. سرش درد گرفت، چشاش شروع به سوختن کرد. اون وقت با صدای خواب آلوده گفت خوابم میاد، خستم. مامانش چیزی نگفت، فقط نگاش کرد.
جیجی به اندازه کافی تنبیه شده بود. با ناراحتی به مامانش گفت فقط اجازه بده بخوابم. سعی میکنم که دیگه. مامانش لبخندی زد و گفت میتونی بری بخوابی. جیجی با خوشحالی به رخت خواب رفت و خوابید. اون هیچ وقت به این خوبی و راحتی نخوابیده بود. خب بچه گلم، قصه امروزم تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا یه قصه دیگه و یه بار دیگه همه تونه به خدای بزرگ میسپارم.